بعد اگه دوست داری میخوای فالت بمونه 10 تومن بیشتر میشه پولت. نه خیلی ممنون، مرسی، نمیخوام. چرا نمیخوای؟ اعتقاد ندارم به این چیزا. اعتقاد نداری؟ یعنی به جن اعتقاد نداری؟ من اگه یکا که هم اعتقادت اومد با چش خودت دیدی، البته جن رو نمیارم ببینی چون سکته میکنی. خواه سلام و صد سلام به طرفدارای دوربین مخفی. من آیدین زواری دعوتت میکنم این ویدیو رو تا آخر ببینی. مدیونی اگه این دوربین مخفی رو تا آخر نبینی. من پاره میشم برای هر ویدیویی که زب کنم برای شما. فرق وسط چی میگه؟ ویدیو رو تا آخر ببین، سابسکرایب فرمایشش رو به دوستاتم معرفی کن، کامنت زیر این ویدیو حتما بذار، این ویدیو رو تا آخر ببین، قراره کلی بخندی. همین عاشقتون هم ویدیو رو ببینین دیگه. آژانسم خانوم، بیا جلوتر وایسه دیگه، دعا کنیم بیا جلو که نه نمیاد قطعا. آه ببخشید در قفله، عذرخواهی میکنم، ببخشید من شرمندتم. پشت وسیله ضدعفونی کردیم، محبت کنی جلو بشینی اگه تنهایی که عالی میشه. بیا حساب عذرخواهی میکنم من به خدا، ببخشید آه. عذرخواهی میکنم من درخواست کردم شما جلو بشینی، من واقعا عذرخواهی میکنم از شما. خوب هستی شما دیگه؟ ممنون. واقعا دخترای این دور زمونه خانم 8 سالشه طرف میکنی 20 سالشه بعد جلم زده اینجوری. باور میکنی؟ من یه عذرخواهی شما باید بکنم از شما. ما چون یه قانونی اومده برای آژانسیا که ماسک اگه طرف کنار راننده نشسته ماسکشو دراره. مطمئنید؟ بله. اگه ماسک تو در بیاری من ممنونت میشم. مشکل نداره، ولی من تا حالا نشنیده بودم. آره دیگه جدید اومده دیگه این تازه گفتن. من واقعا عذرخواهی میکنم از شما. بله بله. چند سالت شما؟ فامیلیتون چیه؟ ببخشید من میپرسم. عسکری هستم. خب عسکری، بسیار عالی، بسیار عالی. خب عسکری. خب عسکری من عذرخواهی میکنم میپرسم چند سالتون شما؟ خیلی میپرسم. 19 سالم. نه خواهش میکنم، مشکلی نداره. چند سالتونه؟ 19 سالم. واقعا داری میگی؟ خب عسکری اصلا بهت نمیاد خانم عسکری. والا بهت نمیاد. راحت به تو سی میاد. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه انقدر مرغ هورمونی، گوشت هورمونی به خوردمون دادن، دختر 19 ساله باید بشه مثل 30 ساله. والا هم برعکسش حرف شما رو میزنن. چی میگن؟ اتفاقا میگن خیلی کمتر میخوره. تعجب کردم از نظرش. نه بابا، دختر 20 ساله باید 19 ساله 30 سال. بابا گرونیه، سختیه. چرا باید دختر خانم عسکری 19 ساله 40 ساله بهش بخوره؟ ای ماشاءالله میرید بالاتر، با آدم امیدواری میدید. آفه برو برو اون برا، ولش کن. چرا اینجا تو داری؟ ولی مملکت خودتو به هیچی نفروش خانم عسکری. اینو جدی میگم. آه تحصیلات چیه؟ من امسا دیپلم گرفتم، کنکور دادم، قبول شدم ایشالله. بیا دختر 19 ساله کنکوری انگاری که مثلا دکترا داره. به خاطر مرغ پرغه هورمونیه دیگه. مرغ سعی کن نخوری خانم عسکری. سعی تو بکن. ببین خانم عسکری من یه موبایلی باید زنگی بزنم. ببخشید. خواهش می‌کنم راحت بشه. الو آقای فرزان رحمتی، شما حالیت نمیشه من دعای تلسمن برا تو گرفتم کارت را افتاده نبود پول به ما بدی؟ اه بابا من دعای زبون بند برا تو گرفتم، دختره زبونش بسته شد روی تو، الان پول ما رو نمیدی؟ بده دیگه. خیلی خوب باش، بریز برا من. خدافظ جن الان یه جن برات میفرستم. فرستادم برای یه جن. خیالت راحت. خدافظ. ببخشید خانم عسکری. خواهش می‌کنم شما فال گیرید. فال که خانم عسکری، فال که من 10 سال پیش انجام میدادم. من موکل دارم، بعد موکل پوکل دارم، قشنگ چی میکنم؟ دعا میگیرم، تلس میگیرم، بعد وکیلی دارن یا نه نه موکل دارم، یعنی جن دارم. جن من 10 تا جن دارم، الان یه دونش رو صندوق عقب نشسته. نه نمیتونی تو که نمیتونی ببینی که، نترس. بعد اگه دوست داری میخوای فالت بمونه 10 تومن بیشتر میشه پولت. نه خیلی ممنون، مرسی، نمیخوام. چرا نمیخوای؟ اعتقاد ندارم به این چیزا. اعتقاد نداری؟ یعنی به جن اعتقاد نداری؟
ملک یک کاری هم اعتقادت اومد با چش خودت دیدی، البته جن رو نمیارم ببینی چون سکته میکنی، خب یه کار میکنم بفهمی واقعا هست، اون موقع میری فالتو بگیرم، اون موقع هر کاری خواستی. خیلی خوب سب کن پس، نه ترسی ها، ترس نداره. میخوام میگه کنم باور کنی، بذار من کتاب الجن و الانسان رو بیارم. خب عسکری ببین این کتاب منه، من یه کار میکنم جنا بیان به فرمان من هر چی میگم با این کتاب انجام بدن. آه این کتاب منه، بذار اظهارش کنم. ای علال اسقر استاب رادب و براون هندا اسریاد و بنزل دلار الگرون را. خب خب عسکری کتابو دیدی؟ الان چی میبینی توش؟ چیز خاصی نمیبینم، هر چی که داخل کتابه. هم ندیدی الان؟ نه بذار ببین پشت فرمون نکن. این کتاب الان چیه؟ چی شد؟ سفید شد؟ تصویرهای داخلش؟ رفت رفت، درسته؟ ای راو و پراید الگرون ال آه هنوز سفیده، درسته؟ آف. هنوز سفیده. حالا چی شد؟ تصویرو برگشت، تصویرو برگشت، رنگی هم برگشت. الکتی الکتاب کتاب دستبا خب به دستور من دارن انگار الان من به دستور میدم به جنم که اینو نقاشی کنه ولی رنگ نکنه. یاد داد دو سیاسفید شد. آره را پاکش کن. اوکی چشم، یه پاکش میکنم سلطان. و الان سفید شد. جنای من الان احضارن، عقب نشستن. عقب نگاه نکن سنگین میشه روحت. خب الان میخوام فالتو بگیرم بهت بگم. خیلی اسم پدر؟ محمود. محمود جان. مادر؟ ام کلثوم. ام کلثوم. سیده؟ مادرم؟ بله. نه. بابا؟ خیر. خب شما شجره نامتون رو پاره کردن، شما جدت سیده، این از این. خب با یه پسری آشنا میشی، ایرادم نداره، همه با یه پسری آشنا میشن. این پسره میگه من پول دارم، ولی این طول سگ پولا نیست، مثل سگ داره به تو دروغ میگه. خب گوش کن حرف منو. را شیطونی میکنه جنای من بعضی وقتا، نگاه نکن سنگین میشه روحت. ببین یه زمینی بابای تو داشته، خب همه ما پدرمون یه زمینی داشته، خب این زمینو زده فروخته. زمین و زمانی که فروخته یه وجبش ناحق شده، اون ناحق گردن تو رو میگیره. خب پدر تو یه وجب ناحق کرده، گردن تو رو میگیره. سه عصر گوسفند باید بکشی. خب گوسفندا رو که گشتی، گوشتش رو چیکار میکنی؟ میندازی تو ماشین لباسشویی، قشنگ خونموناش میره، بعد کباب میزنی میخوری. این باعث میشه که اون تلسم از تو ورداشته بشه. ببین خیلی بده ناحق و حق کردن، گردن تو رو میگیره، اما گفتن این از این. مسئله بعدی یه قولنامه هست امضا میکنی، خب یه قولنامه امضا میکنی، حواست باشه اون فرد یکم ناتوه، ولی حواست جمع کن برات خوبه. خب عمرت هم زیاد نمیبینم، یه تو هواپیما پروا یه جایی میفتی تمام کاره، عمرتو زیاد نمیبینم. اگر میخوای عمرت زیاد بشه از دماغ شب به شب آبغوره غرغره کن، این باعث میشه که آره روحت شسته بشه، یکم بهت کمک بکنه یه دو سه ماه بیشتر بمون. این از دیگه، این که دیگه چیز دیگه نمیبینم، همین فالت دیگه. ببین من تو کارم سپر مپرم دارم، برات سپر میگیرم، نمیدونم پاکسازی روح میزنم، تخلیه میشی. خب فقط تخلیه بشی عواقبی داره که باید تنها یا خلوت باشی. من الان فال میگیرم خیلی شل میشم، الان شل شدم. گرفتی شو؟ چه تعجب کردی؟ گفتم فال تو چه اینجور نگاه میکنم از گرگی چی شده؟ چی هنگ کردی نه؟ الهی من نبود امیدواری دادی تو.
آره دیگه، حقیقتیه که باید میدونستی دیگه، اینجوریه داستان. جان اما از که من چیه روحم الان، روحم داره تو تخلیه است. بله اما از که این ناراحت نشی و من روح چیز روح دارم میزنم اینجوری، برا تو هم میگیرم یه تخلیه روح برات میگیرم، فقط یه کار کن تو مترو اینا نرو واقعی که تخلیه روح برات گرفتم، چون تخلیه روح برای آدم عادی بگیرم روحشون با بو تخلیه میشه، با بو تخلیه میشه و موقع برات داستان میشه دیگه، گن میزنی تو مترو جای بسته. گرفته چی شو؟ بله ولی مرسی من نمیخوام باچکه. چرا؟ مرسی من هم ترجیح میدم خستگی رو هم بمونه. نه خب چرا خب؟ ببخشید من خیلی دیگه رو هم خسته شد. من برای تو یه فال گرفتم میخوام از این ناراحتی نه یه جوری داره نگاه میکنی شیشه اصلا چجوری میبکنی؟ اینجوری یاد باشه شیشه رو هیچ وقت پایین ندی چون نصف روی در شیشه میره بیرون، خیلی عذاب میبینه. یه وقت اگه خواستی تو فک و فامیلی چیزی داشتین زبونم را فوت شده من روحش میتونم برات بیارم و یه صحبت مابد کنی چای مایی بخوریم بره. دوست داشتی میتونم کولر چون زنم باش بارم میتونم برات این کار رو بکنم، روحم هزار برات میکنم، قشنگ طرف رو برات میارم جوره چشت میبینیش گرگو برات بریزه. خواستی بهم بگو ارزونم بله حتما مرسی خواهش بگو. خانوم عسکری چی همین بگی؟ خانوم عسکری خواه از که ناراحتی نشده باشی از دستان؟ نه خواهش من ماشین خودتون اختیار داری. آفرین یه چیزی سب کن ببینم گفتی 19 سالمه؟ بله سب کن سب کن تو پسرمو داری؟ یا دخترمو داری؟ جفتشو دارم. جفتشو داری نه؟ بله. اونی که تو فامیلتون اولش عین داره چیه؟ اسم عین یا مه؟ مه داریم. مه چیه؟ میلاد. میلاد چیت میشه؟ پسرمون. آخ 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 چند سالشه؟ منم 25 ارتباط چجوری میبینین اینا هم دیگه رو اوکی؟ مهمونی بریم. پدر سوخت هستی. میدونین چی کار کرده؟ نگم برات. حواست به میلادت با میلاده باش، نمیگم اصلا نمیتونم بگم خام، ولی حواست به میلاد باشه. سه سین سین دارین؟ سین دارین؟ نه. تو فامیل سه سه سین اسم اسم سین دوستاد رفیقات سعید کیه؟ یکی از همکارات همکارته؟ یعنی همیزیته چیته این؟ فهمیدم. خب خب نگاه کن این سعیده نگم برات ولش گفتن نداره نمیتونم بگم. وقت این چه مشکلی داره؟ سعید نمیتونم بگم. سعید یعنی محرمانه است؟ آه سعید نمیتونم بگم. سعید این سعید ای مردم مشکل آمبولانس داره آدم ای بازم تو من شانسم برو آقام رو باید باز کنی برای آمبولانس. ببین این سعیده که تو داری میگی خب این توی جمع دو سه بار چوسیده انداخته گردن تو خودت خبر نداری، ولی بدون این چه آدمیه بشناس آدم های اطراف تو، فهمیدی؟ بله. این بوده داستان، لب به کلام این بوده، خواستم بهت بگم در جریان باش. ممنون لطف کردی. آره حواست باشه به سعید نامای زندگی، حواست باشه میلاد هم باید حواستم باشه. میلاد که اصلا خیلی حواست باشه. تمام شد ره متوجه شدی کاملا دیگه؟ بله خیلی. مرسی که راه نمایی کردی. خامسگری دیگه خواهش بله. میکنم خامسگری عزیز توی هر ماشینی که نشستی همیشه دوربرت چک کن یه ایسکاتو نگرفته باشه یا دوربین مخفی نباشه، اینا همیشه حواست به اینجور چیزا باشه. چرا این الان گفتی؟ چون که ما داریم دوربین مخفی ضبط میکنیم و تمام این صحبتهای ما ضبط، هم بیننده میبینه هم صدای تو رو میشنوه، کلی هم با هم خواهد. من نمیدونم تو چرا عقب الان دیدی، مگه دوربین از عقب چهره تو رو میگیره؟ نمیدونم خب آخه یه لحظه خب منظورم اینه که
ناراحت که نشدی از ما؟ قطعا نشدی، چون حسابی خندونی. ناراحت نشدم. آفرین. کرایم نمیدی، 40 تومن راحت جلو افتادی. فالت هم گرفتم برات. تازه اونم... گفتید به کیام حواسم باشه. آفرین، تموم شد. ویدیو هم که ما تو یوتیوب پخش میکنیم تموم شد رفت. حله؟ حله، فقط دوربینتون. دوربینمون جلو تو این دستمال هست اگه ببینیم. جلوش یه آینه است. آره آره. همه ی بیننده هایی که ما رو دیدین، مرسی از اینکه ما رو دنبال و سابسکرایب میکنیم. به دوستاتون ما رو معرفی کنیم. خواهم از کردم من برسونم دوستا بار اینجا دور زدم و خدا رو شکر بخیر گذشت. تا ببینیم چی میشه. خداحافظ. خواهم از کردم دست کن بده. خداحافظ.